سلام، این درس 12 در صنف ابتدایی الستراتور است. امروز ما با نقاشی که آخرین بار کار کردیم ادامه خواهیم داد و امروز آن را با ردیابی انگور، آناناس و سبد به پایان خواهیم رساند. ممکن است کمی خسته کن برایتان تمام شود، به خاطر که ردیابی را ادامه خواهیم داد، اما این یگانه طریقی است که به پن تول و سایر ابزارها عادت میکنیم. پس بیایید آن را ادامه دهیم. در ابتدا آناناس را میکشیم. بر روی راوند رکتنگل تول کلیک کنید که گزینه دوم در رکتنگل تول است و روی پس زمینه دوبار کلیک کنید. سپس گرد بودن گوشه ها را در پنجره گزینه به 20 تنظیم کنید. فعلا این مستطیل را از روی صفحه حذف کنید و یکی را به اندازه یک آناناس بکشید. آن را با سلکشن تول بچرخانید. اگر تقریبا یکسان است، سعی کنید اندازه را نیز تنظیم کنید. فعلا با دقت با استفاده از پن تول برگ های آناناس را ردیابی کنید. آیا اکنون به استفاده از پن تول عادت کرده اید؟ با توجه به قسمت هایی که در اینجا با هم سر به سر هستند و یا تداخل دارند، آنها را کمی طولانی تر بکشید. رسامی با الستراتور صبر می خواهد. ما باید کمی بیشتر نقاشی بکشیم. به خاطر که می خواهیم آنها را هم پوشانی کنیم، به این ترتیب می توانیم نمای بالاتر را پرتر جلوه دهیم.
برای الگوهای آناناس ما فقط یکی را ردیابی می کنیم و آن را کپی می کنیم. فعلا بیایید هر کدوم را به فل کالر تغییر دهیم. رنگ برگ ها را کاملا متفاوت سازید. برای قسمت هایی که دورتر هستند رنگ های تیره تر انتخاب کنید. اگر تغییر دادن رنگ برگ ها به پایان رسید، از عملکرد ارنج برای ترتیب دادن آنها استفاده کنید. به این فکر کنید که کدام برگ ها باید به پشت قرار بگیرند و کدام برگ ها به جلو می آیند. فقط مطمئن شوید برگی که در قسمت پایین است پیش روی همه آن قرار بگیرد. بیایید الگوی آناناس را نیز تغییر دهیم. استروک را به فل کالر تغییر دهید. و رنگ را هم تغییر بدهید تا خوب به نظر برسد. کنترل جی برای گروه بندی آن. در حالی که دکمه آلت را فشار می دهید در هر کجا که می خواهید کپی کنید. به نظر من نیاز نیست که آنها را دقیقا در همان مکانها قرار دهیم. بنابراین آنها را در مکانهای مناسب قرار دهید. همه چیز را انتخاب کنید و آنها را به فضای سفید بیارید. اگر جای بین برگ ها وجود دارد، آنها را به شکل قرار دهید که پر به نظر برسند و قسمت های طرحدار را نیز پر کنید.
اگر الگو تموم شده است، رنگ پس زمینه ی آناناس را نیز تغییر دهید. تمام قسمت های آناناس را انتخاب کرده و آنها را گروه بندی کنید. فعلا ما می خواهیم انگور را بکشیم. ما با استفاده از الپس تول آن را به راحتی رسم خواهیم کرد. اما به خاطر که پوشش آن زیاد است، ما مجبور خواهیم بود از تخیل خود استفاده کنیم. با فشار دادن دکمه های شفت با کشیدن دایره ها برای هر دانه انگور شروع کنید. یک رنگ ارغوانی تنظیم کنید. فعلا انگور را کپی کنید. در حالی که این کار را انجام می دهیم، باید آن را به شکل انگور بسازیم. و دایره های کوچکتر را نیز کپی کنید، به خاطر که همه آنها یک رنگ هستند. ما واقعاً نمی توانیم آنها را ببینیم، اما دایره های زیادی هست بر روی هم قرار دارند. برای دیدن بهتر آن، Outline in View را انتخاب کنید. سپس با Outline به وضوح می توان فهمید که کدام اشکال با هم تداخل دارند. چند حلقه را انتخاب کنید. همان طوره که قبلا به شما گفتم، برای انتخاب بیشتر باید کلید شفت را فشار دهیم و اجازه دهید رنگ را برای این حلقه ها تغییر دهیم. من آن را به بادمجانی تغییر دادم که سرخی بیشتر دارد. پیشنمایش دوباره فرق زیادی وجود ندارد. اجازه دهید حلقه های باقی را دوباره انتخاب کنیم. بیایید این بار بادنجانی تیره تر را انتخاب کنیم. اگر فکر می کنید خیلی متفاوت به نظر می رسند، کمی رنگ ها را تنظیم کنید. سپس در اخیر بیایید چند رنگ را تغییر دهیم. بیایید این بار کمی بادنجانی روشن‌تر انتخاب کنیم. بنابراین ما انگوری را مانند این بیان کرده ایم. بیایید چند چراغ منعکس شده قرار دهیم. هنگام فشار دادن کلید Alt آن را کپی کنید. چند عدد را در بالا قرار دهید. از همپوشانی رنگ ها خودداری کنید. همه قطعات را انتخاب کرده و آنها را گروه بندی کنید. برگ های انگور را با یک وسیله بزرگ بکشیم.
ما واقعا نمی توانیم قسمت های پنهان شده را ببینیم، اما بیایید امتحان کنیم. رگ‌ها را با برس می‌کشیم. بیایید به فل کالر برویم و رنگ را به سبز روشن تغییر دهیم. سپس با برس رگ‌های ساده ای بکشید. به نظر من خیلی نازک است. ضخامت مناسب را انتخاب کنید. برگ‌ها و رگ‌ها را انتخاب کرده و آنها را گروه بندی کنید. فعلا تقریبا کار ما خلاص شده است. برگ ها را بالای انگور قرار دهید. همه چیز را انتخاب کرده و آنها را گروه بندی کنید. فعلا کار ما تقریبا با میوه ها تمام شده است. بیایید سبد را بکشیم. پس از کشیدن سبد ما می خواهیم آنها را کنار هم قرار دهیم و خلاص کنیم. بیایید ادامه بدهیم. با گوش دادن به 12 درس امیدوار هستم که با استفاده از پن تول عادت کرده باشید. با پن تول می توانید نقاشی های خود را پس از اسکن کردن با خطوط ردیابی کنید. قسمت پایین سبد را نیز ردیابی کنید. باز هم قسمت های همپوشانی شده را در نظر بگیرید و کمی دراز و یا طولانی تر بکشید. نیاز نیست که قسمت های پوشانی ها را حلقه ها ایجاد کنیم. درست است؟ برای ایجاد یک شکل کامل مطمئن شوید که یک دایره ظاهر شود. آن را به فل کالر تغییر دهید و همچنان رنگ آن را تغییر دهید. بیایید با یک رنگ مشابه قهوه‌ای ادامه بدهیم. قسمت بالای سبد باید بالای بدنه سبد باشد. پس فراموش نکنید که روی Arrange بعد Bring to Front کلیک کنید. فعلا سبد را کشیدیم. بیایید یک طرح ساده را با برس قرار دهیم.
بیایید برای اینکه آسان‌تر شود آن را کپی کنیم. و بیایید چند قسمت را گرد در پایین انجام دهیم. سبد را انتخاب کنید و آن را با کنترل جی گروه بندی کنید. فعلا ما همه میوه‌ها را مانند تصویر نمونه در سبد قرار می‌دهیم. در ابتدا میوه‌ای را که به عقب می‌رود بیاورید و آن را به زیبایی قرار دهید. من فکر می کنم خوب است که میوه های بزرگ را به عقب بگذارید. این کار راحت خواهد بود به خاطر که ما همه چیز را گروه بندی کردیم. اطمینان حاصل کنید که هیچ فضای سفید بین میوه ها نشان داده نشود. آن را به زیبایی قرار دهید تا در بین آنها هیچ فضای سفید وجود نداشته باشد. ما باید میوه هایی که در بالا قرار دارند با کلیک روی ارنج به جلو بیاوریم. در اخیر شفتالو را بیرون آوردیم. بیایید پیش از این که همه چیز را در سبد قرار دهیم آنها را صاف کنیم. به خاطر که میوه ها داخل سبد است، روی ارنج کلیک کنید و برینگ تو فرانت را انتخاب کنید. یک بار دیگر. فعلا یک بار دیگر آن را مرتب کنید تا هیچ فاصله ای در این بین ایجاد و دیدن نشود. Object بعد Unlock All نمونه عکس قفل شده را حذف کنید. ما فعلا سبد میوه را تمام کردیم. ممکن است کمی خسته کننده و مشکل بوده باشد. اما من مطمئن هستم که در طول این مراحل شما به پن تول عادت کردین. شما باید بعضی از تصاویر یا نقاشی ها را ذخیره کنید و بارها ردیابی آنها را تمرین کنید. اگر می خواهید این فایل را ذخیره کنید، می توانید با فشار دادن سیف یا سیو از این کار را انجام دهید. بسیار تشکر از همه. برای گوش دادن به 12 درس در صنف ابتدایی الستراتور
خدا نگهدار.